آیا خداوند می تواند خودش را نابود کند؟ یا موجودی دیگر مانند خودش را خلق کند؟ یا اینکه من را خدا کند؟ به باور فیلسوفان و متکلمین و محققین مسلمان، قدرت خدا به اموری تعلق می گیرد که امکان تحقق داشته باشند. از این رو آنچه که ذاتاً محال است در حیطه قدرت خداوند نخواهد بود. چنین اموری شامل شیء نمی شوند. در مورد پاسخی که از جانب فیلسوفان و محققین مطرح شد، برای بسیاری از ما قانع کننده نبوده و هنوز برای ما ابهام‌آمیز است. خدایی که ما به آن باور داریم، خدای قادر و مطلقی است که هیچ کاری و هیچ اتفاقی بدون اراده او و از قدرت او خارج نیست. خدایی که ما به آن باور داریم، برایش فرقی نمی کند که چه اموری ممکن و یا غیر ممکن است. قدرت او اندازه‌ای ندارد. برای او محال و غیر محال فرقی نمی کند. کلماتی که ما با آن این سوالات را مطرح کردیم، کلماتی است که در مورد ذات خداوند نارسا و ناکافی هستند. و اصولاً بودن یا نبودن و توانستن یا نتوانستن برای ما انسان‌ها معنی دارد. برای خداوند که همه چیز است، توانستن و نتوانستن یکی است. بودن یا نبودن یکی است. در مورد توانایی خدا برای نابود کردن خودش، باید به این نکته بسیار مهم توجه نمود که اگر قدرتی بخواهد و بتواند قدرت دیگری را از بین ببرد، خود آن قدرت غالب که قدرت ضعیفتر را نابود کرده به جای آن خواهد نشست. در نتیجه اگر خداوند توسط قدرتی که دارد خودش را نابود کند، در اصل قدرت خودش به جای خودش خواهد نشست و این نشان دهنده فناناپذیری خداوند است. از سوی دیگر خداوند نمیتواند خودش را نابود کند، یعنی خداوند توانایی نابود کردن خود را ندارد و مفهوم این ناتوانی در نابود کردن خود عین توانایی و عین قدرت است که خدا آنقدر قوی و قدرتمند است که حتی خودش را نمیتواند نابود کند و این نهایت توانایی و قدرت است. بسیاری از افراد کنکاش در این امور را نهی و مردود می‌دانند، اما برای شناخت و معرفت هر چیزی باید در مورد آن تفکر و حتی شک نمود. ما به هیچ عنوان در مورد وجود و یا عدم وجود خداوند شکی نداریم و هر عقل سلیمی وجود یک خداوند قادر و مهربان را تأیید می کند. اما برای شناخت هرچه بیشتر خداوند و رسیدن و نزدیکی به پروردگار، انسان باید تحقیق و بررسی در مورد خداوند قادر را فراموش نکند. و در آخر اینکه اصلاً چرا خداوند باید خود را نابود کند؟ خداوند از انجام اعمال بیهوده و بیمعنی پاک و مبراست. خداوندی که خود انسان را از خودکشی به شدت منع می کند،
چرا باید خودش را نابود کند؟ و در اینجا به نکته جالبی خواهیم رسید و آن این که جواب این سوال که آیا خداوند می تواند خودش را نابود کند یا نه، در هر دو حالت مثبت یا منفی نشان دهنده توانایی و قدرت مطلق خداوند است، نه نشان دهنده ناتوانی و ضعف، چرا که ناتوانی که خداوند در مورد نابود کردن خود به آن منسوب می شود عین توانایی و عین قدرت مطلق است، چرا که این به آن معنی است که خداوند آنقدر قوی و قادر و قدرتمند است که حتی خودش هم نمیتواند خودش را نابود کند و این ناتوانی مساوی است با توانایی مطلق و این تساوی فقط در مورد خداوند صدق می کند و نه کس یا چیز دیگری، که او یکتا و واحد و قادر است. در این گونه موارد که در مورد خداوند صحبت می شود، به هیچ عنوان نمی شود مثال را کوچک کرد و مثالی از انسان برای خدا زد، چون این دو اصلاً در سطح یکدیگر قرار ندارند و چنانچه خداوند توانایی نابودی خود را داشته باشد، بعد از نابودی خودش همین توانایی خدا دوباره جای او را خواهد گرفت و در نتیجه این توانایی خود اوست و او توانایی است و او قدرت است و او الله است. انه علا کل شیء قدیر، او بر هر چیزی تواناست. سبحان الله. پاینده و زنده و عزیز باشید.